تا لندن است رادیوی بی بی سی. تهران 8 در کابل و 8 نیم در دوشنبه به چشم انداز بامدادی خوش آمدید داریش بیان هستم در بامداد یازدهم بهمن 31 ژانویه در این برنامه آغاز خروج بریتانیا از بحران برگزیت امشب شمار اعضای اتحادیه اروپا به 27 کشور می‌رسد با خروج بریتانیا از این اتحادیه که سه سال و 7 ماه گذشته همه مغزهای سیاسی را در این کشور به خود مشغول داشته بود موضوع اول برنامه همین است آغاز کار یک کانال تجاری برای صادرات دارو و غذا به ایران. امروز به همراه وزیر خزانه داری اعلام می کنیم که فروش و تحویل داروهای ضد سرطان و داروهای لازم برای پیوند اعضا به ایران را انجام دادیم اعلام وضعیت استراری در سراسر جهان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از درخواست شمای از نهادهای حقوق بشری ایرانی از شورای اروپا برای تحریم صدا ایران هم خواهیم گفت سرغاز تازه ترین خبرهای جهان از هادی نیلی تهیه سلام و صبح خیر شامگاه امروز جمعه بریتانیا بالاخره بعد از سه سال کش و رسما از اتحادیه اروپا خارج می شود و بعد از 47 سال بریتانیا دیگر عضو این بلوک نخواهد بود بعد از آن یک دوره گذار برای 11 ماه آغاز می شود که همچنان اغلب مقررات اتحادیه اروپا در بریتانیا اجرا خواهد شد و همزمان مذاکرات درباره آینده رابطه بریتانیا با اروپا آغاز می شود. بوریس جانسون از حامیان سرسخت خروج بریتانیا که حالا نخست وزیر است امیدوار است تا آخر سال جاری میلادی با اتحادیه اروپا به یک توافق دائمی برای تجارت آزاد برسد کاری که رهبران اروپایی میگویند خیلی سخت خواهد بود مجرای تجاری ایران و سوئیس برای واردات دارو و غذا به ایران فارغ از محدودیت های تحریم های آمریکا به طور آزمایشی راه افتاده گزارش شده که نخستین محموله مربوط به داروهای درمان سرطان و داروهای ضروری برای جراحی پیوند عضو بوده وزارت دارایی آمریکا در همین روز اعلام کرد که سازمان انرژی اتمی ایران و رئیسش را به فهرست مشمول تحریم ها افزوده برایان هوک نمنده ویژه آمریکا در امور ایران رئیس جمهور ترامپ به پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متعهد است. سازمان انرژی اتمی ایران نقش مهمی در نقض تعهدات هسته‌ای ایران داشته. این سازمان میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران و میزان غنیسازی را افزایش داده. رئیس سازمان شخصاً سانتریفیوژهای جدید را افتتاح کرد. سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع سریع ویروس کرونا اعلام وضعیت اضطراری کرد آمار تلفات این بیماری در سراسر جهان با افزایش سریع از 210 تن گذشته که همگی داخل مرزهای چین گزارش شده جزئیات بیشتر از سینا علی نجات. سازمان بهداشت جهانی با تجدید نظر در تصمیم هفته پیش خود گفت که ویروس کرونا اکنون ورای مرزهای چین به یک اپیدمی جهانی تبدیل شده و مهاران نیازمند تلاشی جهانی است به گفتی این سازمان خطر شیوع ویروس اکنون در کشورهایی با نظامهای ضعیفتر بهداشتی وجود دارد ویروس کرونا به غیر از چین در 18 کشور گزارش شده هرچند تا کنون در هیچ یک از این 18 کشور باعث مرگ بیماران نشده است همزمان در آمریکا ششمین مورد از ابتلا به این بیماری گزارش شد با این حال این اولین مورد از سرایت انسان به انسان در این کشور است موضوعی که بر نگرانی ها نسبت به شیوع آن افسوده و در خاورمیانه مقام های فلسطینی به اسرائیل هشدار دادند که اگر بخشی از مناطق کرانه باختری را زمیمه خاک خود کنند همه توافق بین دو طرف لغو می شود محمد اشتایی نخست وزیر فلسطین به بی بی, <سؤال> بی بی سی گفته که در این صورت همه توافقهای اقتصادی و سیاسی گذشته و همینطور توافق همکاری های امنیتی بی اثر می شود. صبح و روز و شب شما به خیر و خوشی هر جای دنیا که هستید درود بر شما از چشم انداز بامدادی در بامداد آدینه 11 بهمن 1398 و پس این روز ماه ژانویه 2020 میلادی داریوش رجبیان هم در روزی که بریتانیا سرانجام پس از بیش از سه سال جر و بحث و کلنجار اتحادیه اروپا را ترک می کند پرچم بریتانیا قرار است تا ساعت پایانی امروز در کنار 27 عضو دیگر اتحادیه اروپا در بروکسل برافراشته بماند و پس از آن پایان پایین کشیده خواهد شد. معضل دیرینه ی خروج بریتانیا و پس این موانع قانونی خود را پشت سر گذاشت و به تأیید مجالس بریتانیا و اروپا رسید. با پایان امروز بریتانیا پس از حدود نیم قرن عضویت در اتحادیه اروپا دیگر رسما عضو این اتحادیه نخواهد بود اما درست بعد از آن وارد مرحله گذار خواهد شد مرحله گذار 11 ماهه تا یه این 11 ماه بریتانیا همچنان تابع مقررات اتحادیه اروپا خواهد ماند و حق عضویت در این اتحادیه را خواهد پرداخت اندک چیزی تغییر خواهد کرد اما تغییر خواهد کرد همکارم بهرنگ تاجدین که موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را دنبال می کند، در این باره چنین گفت سه سال و هفت ماه و هشت روز بعد از روزی که بریتانیایی ها رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادن ساعت یازده شب جمعه نیمه شب در بروکسل دو نیم صبح شنبه در تهران بریتانیا رسما از اتحادیه اروپا خارج میشه ولی تازه از همون لحظه یک دوره اصطلاحا گذار یه دوره انتقالی شروع میشه که تو این دوره انتقالی اگرچه بریتانیا دیگه رسما عضو اتحادیه اروپا نیست ولی از خیلی جهات همچنان عین اینه, اینه که بریتانیا هنوز عضو اتحادیه اروپا است دو تا مثال براتون بزنم کشورهای عضو اتحادیه اروپا شهروندانشون میتونن بدون ویزا خیلی راحت نه تنها به کشور دیگه برای مثلا گردش و تفریح و تعطیلات مسافرت کنند بلکه میتونن از یک کشور به یک کشور دیگه مهاجرت کنن برای کار این با وجود اینکه بریتانیا از اتحادیه او اروپا اومده بیرون تا آخر سال 2020 یعنی برای 11 ماه دیگه همچنان بریتانیایی ها میتونن برن تو کشورهای دیگه عضو اتحادیه اروپا زندگی کنن کار کنن یا برای تفریح برن و بالعکس اروپایی ها میتونن به بریتانیا بیان همین اتفاق در مورد تجارت هم میفته یعنی همچنان شرکت های بریتانیایی و تولید کننده ها در بریتانیا میتونن محصولاتشون رو بدون اینکه عوارض گمرکی بدن بدون اینکه کسی در مرز چک کنه که اینا با استانداردهای کشور مقصد میخونه یا نه اینا رو صادر کنن و از اون طرف اروپایی ها هم میتونن به بریتانیا صادر کنن و به نوعی از نظر تجاری و اقتصادی خیلی تقریبا هیچ اتفاق خاصی نمیفته همه چی حداقل برای یازده ماه مثل همین شرایط فعلی باقی میمونه و این دوره قابل تمدید هم هست هرچند که دولت بوریس جانسون قانونی که همین به تازگی برای خروج از اتحادیه اروپا تصویب کرد تو اون قانون خودش رو من کرده از تمدید این دوره ولی به هر حال اون گزینه هم هست یعنی این شرایطی که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا نیست ولی همچنان عین یک عضو اتحادیه اروپا از خیلی جهات این شرایط میتونه بیشتر از یازده ماه فعلی برای یک یا دو سال بعد از اون هم ادامه پیدا کنه خب بهرنگ این چیزایی که گفتیم مواردی هست که قرار نیست تغییر بکنه ولی از این روز به بعد چه چیزایی قرار تغییر بکنه در بریتانیا چیزهایی که تغییر میکنه شاید اولین و مهمترینش اینه که پرچم بریتانیا در نهادهای اصلی اتحادیه اروپا اون پرچم رو میارن پایین دیگه بریتانیا عضو اتحادیه اروپا نیست نخست وزیر بریتانیا به نشست سران اتحادیه اروپا دعوت نمیشه وزیر خارجهش به نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا دعوت نمیشه و الی آخر هفتاد و یک نماینده بریتانیا در پارلمان اروپا هم دقیقا از لحظه خروج بریتانیا از اتحادی اروپا شغلشون از دست میدن دیگه نماینده پارلمان اروپا نیستن در کنار این قرار یه کارایی هم بکنن مثلا در بریتانیا قرار یه سکه پنجاه پنسی به یاد بود برگزیت در واقع ضرب بشه و وارد جریان بشه که این متن پشت این سکه هم که نوشته که دوستی و صلح و همکاری با تمام کشورهای جهان این هم شده مثلا موضوع بحث و جدل و جنجال توی این چند روز مونده به مورد خروج به خاطر اینکه بعضیا میگن مخصوصا طرفداران موندن در اتحادیه اروپا میگن که این غلط املایی داره به همین خاطر باید بایکوت بشه یعنی این داستان هایی که ما در سه سال و نیم گذشته داشتیم تا لحظه آخر ادامه داره و میتونم بهتون قول بدم که احتمالا این دعواها هم ادامه پیدا میکنه به خاطر اینکه بریتانیا در طول این دوره انتقالی 11 ماهه میخواد که با اتحادیه اروپا به یک پیمان تجارت آزاد جدید برسه به عنوان یک کشور سالس این جور پیمان های تجارت آزاد معمولا هفت سال ده سال بعض وقت حتی بیشتر طول میکشند و بریتانیا میخواد این کار رو در ظرف کمتر از یک سال انجام بده و اون هم در شرایط اینو انجام بده که میخواد دیگه قوانینش با اتحاد... قوانین استانداردهاش با اتحادیه اروپا بعد از خروج یکسان نمونه و هماهنگ نمونه در نتیجه تازه دعواهای جدید شروع میشه چون بریتانیا از یه طرف میخواد با اتحادیه اروپا قرارداد تجاری ببنده از یه طرف دیگه میخواد با آمریکا قرارداد تجاری ببنده از طرف دیگه با چین و هند میخواد قرارداد تجاری ببنده و تک تک اینا مسائل سیاسیه که با وجود اینکه دولت بوریس جانسون گفته که از لحظه خروج از اتحادیه اروپا دیگه کلمه برگزیت رو به زبون نمیاره تقریبا میتونیم مطمئن باشیم که دعواها و جار و جنجال هایی که ما در باره در این سه سال و نیم گذشته به نوعی دنیا باهاشون آشنا شده و براش معمولی شده این دعواها ادامه پیدا میکنه هرچند که دولت یک اکثریت قوی در مجلس داره و احتمالا در چند سال آینده هر تصمیمی بخواد بوریس جانسون بگیره مجلس تاییدش میکنه و در نهایت دعواها کش نمیاد اونطوری که در یک سال یک سال نیم اخیر مخصوصا زیاد کش میومد بهرنگ تاجدین بود که از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میگفت موزلی که بوده چهار سال گذشته بر فرض این کشور حائل بود و امروز رقم میخورد و ما خبر مهم مرتبط با ایران ما این است که کانال تجاری ایران و سوئیس برای عبور از تحریم آمریکا جهت واردات دارو و غذا به ایران به طور آزمایشی به راه افتاده. دولت سوئیس دیروز در اطلاعیه اعلام کرد که نخستین پرداخت از طریق کانال تجاری این کشور با ایران برای ارسال دارو سه روز پیش به طور آزمایشی انجام شده و به زودی به شکل کامل به جریان میافتد. گزارش شده که نخستین محموله مربوط به داروهای درمان سرطان و داروهای ضروری برای جراحی پیوند اعضا بوده در این حال مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا در لندن با دومینیک راب همتای بریتانیایش دیدار کرد ایران از موضوعات اصلی این گفتگو بود آقای راب در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که کشورش با اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران برای کشاندنش به میز مذاکره موافق است وزیر خارجه بریتانیا ضمن انتقاد از ایران همچنین گفت که ایران هرچه بیشتر از هنجارهای پذیرفتنی جامعه بین المللی فاصله گرفته و باید در این مورد پاسخگو باشد در این باره و مطالب مرتبط با آن گزارشی داریم از خشار جنیدی از واشنگتن براین هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید سازمان انرژی اتمی ایران و علی اکبر صالحی رئیس آن در تخطی این کشور از تعهدات هسته ایش نقش مهمی داشته اند و برای همین تحریم شده اند. President Trump is committed to denying Iran from ever acquiring a nuclear weapon. رئیس جمهور ترامپ به پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته متعهد است. سازمان انرژی اتمی ایران نقش مهمی در نقض تعهدات هسته ایران داشته. این سازمان میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران و میزان غنی سازی را افزایش داده. رئیس سازمان شخصا سانتریفیوژ های جدید را افتتاح کرد. آقای هوک همچنین تمدید دو ماهه معافیت از تحریم شرکت های اروپایی چینی و روسی فعال در صنایع اتمی ایران را در جهت محدود کردن برنامه هسته ای این کشور عنوان کرد و گفت آمریکا تحولات برنامه هسته ایران را دنبال می کند و در صورت لزوم مایک پومپئو می تواند به این پروژه های مشترک پایان دهد او تشدید فعالیت های هسته ایران را نشان دهنده تهدید ایران برای امنیت بین المللی دانست و خواهان بازگشت به شرایط قبل از برجام شد که به گفته او بر اساس قطنامه شورای امنیت هر گونه قنیسازی در ایران من شده بود آقای هوک همچنین حکومت ایران را به خاطر کمبود دارو در این کشور مقصر دانست و از گشایش یک کانال مالی با کمک سوئیس برای کمک به خریداری کالاهای بشر دوستان خبر داد امروز به همراه وزیر خزانهداری اعلام می کنیم که فروش و تحویل داروهای ضد سرطان و داروهای لازم برای پیوند اعضا به ایران را انجام دادیم. چند ماه پیش اعلام کرده بودیم که با سوئیس برای برقراری یک کانال مالی جدید برای خرید کالاهای انسان دوستانه همکاری می کنیم. پیش از این سخنان سفارت سوئیس در تهران با اعلام برقراری این کانال مالی از اولین پرداخت موفق خبر داده بود. سفارت سوئیس در پیامی در توییتر این رخداد را یک نقطه عطف جهت تحویل کالاهای انسان دوستانه و تامین اقلام کشاورزی، غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی دانست. خشایار جنیدی در واشنگتن با شیوع سریع ویروس کرونا که شمار مبتلایان آن اکنون به بیش از 9500 تن رسیده، سازمان جهانی بهداشت اعلام وضعیت اضطراری کرد. آمار تلفات این بیماری در سراسر جهان با افزایش سریع اکنون از مرز 210 مورد گذشته که همگی داخل مرزهای چین گزارش شده. مواردی از ابتلا به این بیماری دست در کم در 19 کشور جهان دیده شده و در بسیاری از مناطق هایی به اجرا گذاشته شده است. همکارم سینا علی نجات در آمریکا که این بال کرده حالا با ما سینا چیزی که انتظار میرفت اتفاق افتاده و سازمان جهانی بهداشت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وضعیت اضطراری اعلام کرده دلیل این تصمیم و شرایط فعلی شیوع این ویروس جدید رو سازمان جهانی بهداشت چطور توضیح میده سلام داروش بله این سازمان اپیدمی رو حالا یک وضعیت اضطراری برای بهداشت عمومی در سطح جهان دونسته و گفته کشورهایی که به خصوص نظامهای بهداشتی ضعیفتری دارند در معرض خطر شیوع هستند و البته این در واقع خلاف تصمیم یک هفته پیش این سازمان هست که به این نتیجه رسیده بود که وضعیت اضطراری نیست اما مقام های این سازمان میگن حالا در ظرف این یک هفته اتفاقات مهمی افتاده چندین هزار نفر به شمار مبتلایان در چین افزوده شده و سرایت انسان به انسان در کشورهای غیر از چین گزارش شده که موضوع خیلی مهمی است و همین تحولات لازم آورده که وضعیت اضطراری اعلام بشه اما اعلام وضعیت اضطراری چیه در درجه اول این سازمان که بخشی از سازمان ملل کشورهای عضو سازمان ملل اعلام میکنه که وضعیت در مورد ویروس کرونا هات هست بعد اونها هر کشوری میتونه رسن در مورد تدابیری که گاه میتونه خیلی شهید باشه تصمیم بگیره از معاینه مسافرانی که از طریق فرودگاه ها وارد کشور میشن بگیر تا لغو پرواز ها و حتی بستن مرزها و آمارایی که اعلام کردی آمارایی که به سرعت داره بالا میره همین پیشتر بود که چیم شمار قربانیان رو به 170 نفر رسوند و 38 نفر همین پنجشنبه اعلام کرد که شمارشون اضافه شده در یک تحول مهمی که روز پنجشنبه باز اتفاق افتاد روسیه اعلام کرد که 4300 کیلومتر مرزهای خودش رو در شرق دور با چین میبنده و من البته اشاره کنم به اختصار که سازمان بهداشت جهانی از سال 2005 اختیار اعلام وضعیت اضطراری رو و تا حالا پنج مورد از اون استفاده کرده که مربوط به ویروس های مثل ایبولا، زیکا و ویروس های خطرناکی از اون بوده و سینا این تصمیم سازمان جهانی بهداشت تقریبا مصادف شده با نخستین مورد انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان در آمریکا که در شهر شیکاگو اتفاق افتاده درباره این مورد به خصوص اجمالا لطفا بگو که چه میدونیم بله این شخص یک مرد 60 ساله هست و بیماری رو ظاهرا از همسرش گرفتی که اخیرا به شهر ووهان چین که مرکز شروع بیماری است سفر کرده بود تا از پدرش مراقبت کنه و از برگشتن معلوم میشه که مریض میشه این خانم الان در قرنطینه هست در یک بیمارستان محلی در شیکاگو ولی حال شوهرش مجموعاً حالا هم خودش هم شوهرش مجموعاً پایدار توصیف میشه در حالت پنج مورد دیگه قبلا گزارش شده بود که همه مسافرانی بوده که ظاهرا از کشورهای دیگه از چین اومدن اعتمالاً ولی 165 مورد دیگه هست در امریکا که CDC سازمان پیشگیری از بیماری ها در زیر نظر داره و اینو به خصار بگم که نگرانی ها داره بالا میگه در امریکا یک اتحادیه هست متعلق به خلبان های شرکت امریکن ایرلاینز که روز پنجشنبه حتی شرکت خودش رو شرکتی که خلبان براش کار میکنه رو تحت پیگر قرار داد که تمامی پروازها به چین رو لغو بکنه و گفت شرکت های مثل لوفتانزا بریتیش ایرویز این کارو قبلا کردن و اصولا باید این احتیاط رو در پیش گرفت و سفر به این کشور الان این تبادلات خطرناکه سپاس گذارم سینا با همکارم سینا علی نژاد در آمریکا صحبت میکردم این را بگم که به دنبال طرح احتمال انتشار ویروس کرونا در کردستان عراق مرزهای غربی ایران برای مقابله با این ویروس به حالت آماده باش در مسافران معاینه می شوند در این حال محمد حسین سومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز ایران تایید کرده که دو تبه چینی مبتلا به کرونا در تبریز قرنطینه شدند بنابر این گزارش این دو زن پنج روز پیش از چین وارد آذربایجان شدند و دیروز از طریق مرز آستارا به ایران آمدند در خبر دیگر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که سفارت ایران در چین در حال پیگیری وضعیت ایرانیان ساکن مناطق آلوده در چین است و اولویت خارج کردن ایرانیان از شهر ووهان است اما به گفته او انتقال ایرانیان منوط به موافقت مقامهای دولتی چین است و اما شما که در ایران هستید وضعیت رو چطور میبینید آیا شیوع ویروس کرونا شما رو هم نگران کرده یا نه برای ما لطفا نظر بدید و همینطور در مورد مطالب دیگر برنامه درباره موضوع های دیگر میتونین نظر بدین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که امروز رسمی شده در واقع تا ساد دیگر رسمی خواهد شد موضوع اول برنامه بود فکر میکنید که این فرایند چه برایندی خواهد داشت درباره کانال تجاری جدید ایران و سوئیس برای واردات دارو و غذا به ایران هم صحبت کردیم آیا خوشبین هستیم که راه اندازی این کانال بتونه مشکل دستاسی مردم ایران به دارو و درمان رو آسان کنه یا نه درباره همه موضوع هایی که در چشم انداز بامدادی بی بی, بی سی پخش میشه به بی, بی سی نه نظر بدین از راههایی که اعلامش دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بام دادی@ bbc.co. uk دوفر4 و4 سی70 49 22 22 هرانا نهاد خبری مجموعه کنشگران حقوق بشر در ایران میگویند که دو تن از کسانی که در اعتراض های آبان ماه ایران زخمی شده بودند درگذشتند. ایران در جریان اعتراض های سراسری در ماه آبان شاهد یکی از خونین ترین سرکوب های تاریخ چهل سالی جمهوری اسلامی بود. منابع مختلف آمار متفاوتی از شمار کشته شدگان در جریان این اعتراض ها را اعلام کردند. از 300 اندی تا 1500 تن. گفته شده که هزاران تن هم بازداشت شدند اما حکومت ایران تا به حال آماری رسمی از کشته ها و بازداشتی ها منتشر نکرده در این حال مجلس نمایندگان کنگره آمریکا با صدور قدنامه واکنش حکومت ایران به تظاهرات اعتراضی آبان ماه علیه افزایش بهای بنزین و تظاهرات اخیر در ارتباط با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی را محکوم کرده و خواهان اقدام دولت آمریکا در تأمین دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد و خودداری شرکت های خدمات اینترنتی از اجرای خاست دولت ایران در محدودیت این خدمات شده است. اکنون شماری از نهادهای حقوق بشری ایرانی در نام ای مشترک به شورای اروپا خواهان اعمال محدودیت علیه صدا و سیمای دولتی ایران و تحریم برخی از مقامهای این نهاد شدند امضا کنندگان در این نامه از آنچه که پخش اعترافات اجباری مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی از تلویزیون ایران خواندند ابراز نگرانی کردند آنها گفتند که از این اعترافها اغلب در دادگاه ها به عنوان مدرک بهره میبرند رویا برومند از بنیانگذاران بنیاد برومند که این بیانیه را امضا کرده از واشنگتن آمریکا روی خط تماس با ماست درود در شما خانم برومند شب شما بخیر اول از علت این درخواست بگیم لطفا. چه چیزی باعث شد که پای چنین نامی امضا کنین و خواهان اعمال محدودیت و تحریم سداسی مای جمهوری اسلامی بشین ببینید ما چاره دیگه ای نمی بینیم الان چند دهه هست که صدا و سیما که انحصار برنامه های تلویزیونی و رادیویی رو در ایران داره همکار نهادهای امنیتی شده و باعث ارعاب و گمراه شدن مردم یکی از مشکلات بزرگ این همکاری با نهادهای اطلاعاتی پخش اعترافات اجباری از افرادی که بازداشت میشن و گرفتن ترافات اجباری، نقض حقوق اساسی افراد و غیرقانونی در طول این سالها بیش صدها نفر در صدا و سیما اعترافاتشون و اعترافات اجباریشون پخش شده اونها از اقلیتهای قومی، مذهبی، معترضان، روزنامه نگاران، دو دوملیت، دوملیتی و حتی شهروند، شهروندانی که مثلا فیلم رقصیدن خودشون رو توی اینستاگرام گذاشتن و این مصاحبه ها رو نباید سطحی گرفت یعنی که قبل از اینکه این, این مصاحبه انجام بشه افرادی که بازداشت میشن تحت فشارهای روحی و جسمی خیلی شدیدی قرار میگیرن و حتی در حین این مصاحبه ها هم این فشارهای روحی ادامه داره و این این افراد از حقوق اساسی خودشون محرومند یعنی اون موقعی که این مصاحبه انجام میشه اینها دسترسی به وکیل نداشتن به خانواده هاشون نداشتن و, در عین حال هم این مصاحبه تعرض خیلی شدیدی به حریم خصوصی آنها و نگرانی اصلی ما از نتیجه و نتیجه این مصاحبه هست در احکام و تاثیر این مصابحه است در احکامی که این افراد میگیرند و ما نگران جان بازداشت شدگان آوان ما هم هستیم چون چندین هزار نفر بازداشت شدند و ما دیدیم که این اعترافات که قبل و بعد از محکومیت افراد پخش میشن باعث نتیجه این اعترافات اعدام و احکام زندان خیلی سنگین بوده و بنابراین ما نگران افرادی هستیم که در آبان ماه بازداشت شدند خانم برومند شاید برای خیلی ها این سوال ایجاد بشه که شما خودتون در آمریکا هستین و امضا کنندگان دیگر در جاهای دیگر کشور جهان در واقع ولی مخاطب این نامه شما شورای اروپا است چرا این نهاد رو برگزیدین شورای اروپا که ویژه کشورهای اروپایی است چرا باید مخاطب شما باشه <applause> بله به خاطر اینکه اولا اروپا با ایران الان ارتباط زیاد داره و ممکنه که فشار اروپا تاثیر تاثیر بیشتری روی ایران داشته باشه و اینکه این بار اولی نیست که اروپا مسئولان صدا و سیما رو تحریم کرده ما در سال 2013 هم دیدیم که مسئولان پلیس فتا و صدا و سیما تحت تحریم قرار گرفتند و حتی مسئولان پرستیوی رو انگلستان تحریم کرد و خود پرستیوی رو جریمه کرد به خاطر شکایت آقای مازیار بهاری که اعترافات اجباریشون پخش شده بود و نهایتا چاره ای نیست باید که این نهاد پاسخگو باشه و ما الان یعنی این نامه نه تنها تحریم افرادی که در این نمایش قمنگیز شرکت میکنن حالا در تهیه درست کردن یا پخش این مصاحبه ها شرکت میکنن بلکه محدودیت هایی برای صدای سیما به عنوان یک نهاد هم خواستار شده این نامه و این خیلی مهم هست چون باید که کشورهای دموکراتیک بر حال نشون بدن که به قوانین حقوق بشر بین المللی پایبند هستند و و فرای اولویت های سیاسی و اقتصادی دیگرشون نهادهایی که ناقص حقوق بشر هستند مثل صدا و سیما که الان به جای اطلاع رسانی ابزار نهادهای های امنیتی شده و صدای حکومت بر ضد ملت رو پاسخگو کنند اینطور رویا برومند از بنیانگذاران بنیاد برومند در واشنگتن آمریکا سپاس گذارم که با چشم انداز بام دادی بی بی سی بودید اما چون پایان هفته است در تهران روزنامه نداریم که فرصتی رو به ما میده تا سراغ هفته نامه ها و ماهنامه های ایران رو بگیریم با مسعود بهنود روزنامه نگار مقیم لندن بررسی مجلات این هفته رو در این بخش شروع کنیم با حق ملت و بعد از اون برسیم به تجارت فردا حق ملت ماهنامه سیاسی اجتماعی شماره پنجمش منتشر شده است روی جلدی که داره نشون میده که دارایی علیه دانایی موضوع اصلی این شماره است که هادی هیدری طرحی هم کشیده که نشون میده چقدر آموزش دستش به مسائل مالی بند هست حالا برای اینکه موضوع رو روشنتر گفته باشیم شاید بهتره که که سر مقاله شروع کنیم حسن اسدی زیداوادی سردبیر مجله در همون مقدمه برای فقیر و غنی تکریف ما رو روشن کرده در رو حقیقت میگه در هنگامه پراندوه این روزها و خالی شدن واژههایی چون اخلاق اعتماد شرمساری وحدت و مانند اینها از معنا و در همین هنگام که برنامه صبحگاهی مدرسه طبیعین فواید جنگ و نبرد است و رویای شبانه کودکان به کابوس مرگ پرنده های فلزی بدل شده است همچنان تماشای کودک دورگردی که پیش از ما از خواب بیدار شده تا در تقاطعی با یاری چراغ قرمز به چشم آید و با شستن شیشه پیش رویمان دشتی بگیرد این خود به خودی خود فاجعه است که ظاهرا به اکران روزانه آن عادت کرده ایم فاجعه نه فقط از آن روز که برای کامل کردن کارش باید روی پنجه پا بیسته یا برای جمع کردن زایات سر خود شد درون سطل زباله بکنه بلکه به آن جهت که او میبایست در این ساعت از روز دانش آموز باشد نه کارگری بی پناه و سرگردان خب با این شروع تکلیف این شماره حق ملت روشن است بعد از اون علی ملیحی گفتگویی کرده است با آقای مصطفی معین آقای معین چنان که میدونید آخرین بار به عنوان وزیر علوم از اوایل انقلاب همیشه در بخش آموزشی بوده است وزیر آموزش عالی بوده است و بنابراین در این زمینه به چهره آشنایی است او اینجا در زیر عنوان جراحی آموزش اول ملیحی از او سوال میکند که مگر قانون اساسی تکلیف فی برای دولت های حکومت جمهوری اسلامی تمام وسایل آموزش و پرورش رو دولت مکلف است که رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه و وسایل تحصیلات عالی رو تا حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش بده سوال اینه که حالا چی شد پس این بحث خب این خیلی بحث جدی است که آقای مو این هم به عنوان کارشناسی که در 40 ساله گذشتم تو همین ها بوده درباره اینکه این فرهنگ مدیریتی و سیاسی و اصول این غیر انتفاعی ها چه بود حاصل چه حرکت بود و حالا کجا هست نگاه انتقادی و در این حال ساختاری کرده است به موضوع یک گزارشی درباره اردوی کار در حقیقت مرکز آموزش کودکان کار در خیابان آختپه کرج با عنوان آرزوهای کوچک بچه های خانه مهر امین شول سیرجانی که قبل از این هم گزارش های خوبی ازش خوندیم نوشته و یک گزارشی از اینجا داده دست های شکولا به دست های دانش آموز 14 سالی که کارش باید درس خوندن و بازی باشه شباهتی نداره کلورا 14 سال است اما به اندازه آدم بالغ کار میکنه تعمیرکار ماشین های سنگین با دستمزد ماهانه یک میلیون چهارصد هزار تومنه اما حالا 6 ساله که به یکی از آرزوهاش رسیده و تونسته درس بخونه و حالا اینجا پس صحبت از یه مرکزی است که این کودکان کار رو برده آموزش و گزارش رو بسیار خوندنی است اما تجارت فردا تجارت فردا هفته نامه است که طبیعتا ما هم دیر داریم میرسیم بهش طبیعتا تا این فاصله دور طی کنه پست بیاره که این شماره رو اختصاص داده به مسئله آتش بیار و این چگونه یک مردی با نشانه های ترامپ نااطمینانی در جهان افزایش داده است این اما بحث اصلی گزارش های مجله نیست بلکه نفت هست نفرین نفت چگونه هست که درآمد های نفتی تأثیری بر سرمایه های اجتماعی دولت گذاشته نفت سرمایه سوز است نه سرمایه ساز من دست کم پنجاه سال است که از زبان پادشاه سابق و مدیران فعلی مدام این حرف رو شنیدم یک کتاب معروفی هم استاد لسانی مرد محترم داره به اسم نفت بلای سیاه نه سیاه و اینها همه اشاره است به اینکه نفت سرمایه ای ملت است و در حقیقت چیزی نیست که هزینه بکنیم در ستون هزینه ببریمش مجله گزارش های متعدد داره در اثبات همین حرف با افراد خیلی کارشناسی صحبت میکنیم راجب به اینکه خودکفایی منابع دولتی چه حاصلی داره و چگونه میتونه باشه توانایی دانایی کجاست و دا اینها نگاه گذرا کردیم به حق ملت و تجارت فرد به نگاه گذرا مسعود بهنود به مجلات چاپ ایران باز هم در ادامه برنامه برمی‌گردیم فعلا در این لحظات بامداد 11 بهمن 31 ژانویه نگاهی داشته باشیم به سرخ سطح مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه در پایان امروز بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک میکند سوم تیر ماه 1395 برابر با 23 ژوئن 2016 52 درصد رای دهندگان در بریتانیا به طرفداری از خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای داده بودند کانال تجاری ایران و سوئیس برای عبور از تحریم آمریکا جهت واردات دارو و غذا به ایران به طور آزمایشی به راه افتاده. دولت سوئیس دیروز در اطلاعیه اعلام کرد که نخستین پرداخت از طریق کانال تجاری این کشور با ایران برای ارسال دارو سه روز پیش به طور آزمایشی انجام شده و به زودی به شکل کامل به جریان میافتد. با شیوع سریع ویروس کرونا که شمار مبتلایان آن اکنون به بیش از 9500 تن رسیده، سازمان جهانی بهداشت اعلام وضعیت اضطراری کرد. آمار تلفات این بیماری در سراسر جهان با افزایش سریع اکنون از مرز 210 مورد گذشته که همگی داخل مرزهای چین گزارش شده. و هرانا نهاد خبری مجموعه کنشگران حقوق بشر در ایران میگوید دو تن از کسانی که در اعتراضهای آبان ماه زخمی شده بودند درگذشته بودند درگذشتند سپاس گذارم که تا اینجای برنامه با ما بودید باز هم در ادامه برنامه مطالبی داریم از چشم انداز بامدادی از بی بی سی یکی این که افزایش تنش ها میان ایران و آمریکا برای افرادی هم که ربطی به حکومت های این دو کشور ندارند در دسرهای ساخته از جمله این که این اواخر افراد متولد ایران ورود راحت و آسانی به آمریکا ندارند هرچند روادید ورود یا کارت سبز دارند اداره مرزبانی آمریکا این ادعا را تکذیب کرده بود که دستوری برای جلوگیری از ورود ایرانی تباران دریافت کرده اما حالا در فضای رسانه‌ای آمریکا دستوری از اداره گمرک و مرزبانی این کشور منتشر شده که نشان میدهد چنین رهنمونی وجود داشته این دستور درس کرده از اداره مرزبانی سیاتل آمریکا است که به سراحت میگوید در پی کشته شدن سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نیروهای مرزبانی آمریکا باید در مورد طبق، طبقی،, بخش، طبقی از افراد متولد ایران لبنان و سرزمینهای فلسطینی بررسی پیشینه دقیقتری انجام دهند همکارم بهمن کلباسی در نیویورک در ارتباط زنده با ماست با همین موضوع بهمن میشه این دستور درس کرده اداره مرزبانی سیاتل رو بیشتر توضیح بدی که چه افرادی رو هدف بررسی مضاعف پیشینه قرار داده رو که با سه کشور فلسطین که فلسطین رو که کشور بپذیریم و همچنین لبنان و ایران پیوند دارند، و مشخصا این پیوند رو هم تعریف کردن چه از طریق شهروندی اون کشورها یعنی گذرنامه اون کشور رو هم داشته باشن علاوه بر گذرنامه که باش مسافرت میکنن و اینکه در اونجا متولد شده باشن یا اینکه اساسا فقط به اونجا سفر کرده باشند این این سه رو به عنوان گزینه های کنار هم گذاشتن که بر اساسش تصمیم میگیرن کسانی که دارن وارد آمریکا میشن در مرز متوقفشون بکنند و اینکه پرسش و پاسخ رو هم باشون داشته باشن در مورد زندگی شخصیشون اطلاعات در مورد اینکه آیا در ارتش هیچ کشوری خدمت کردن مخصوصا در این سه کشور و احیانا عقاید سیاسیشون حساب های شبکه های اجتماعیشون این اتفاقی است که مهمه به خاطر اینکه افرادی که هدف قرار گرفتن و جدا شدن فقط محدود به کسانی که فرض کنید با گذرنامه ایرانی سفر میکنند یا ویزای دانشجویی یا حتی اقامت دارن نیست نشده بلکه فراتر از اون شهروندان آمریکا یعنی کسانی که پاسپورت آمریکایی دارن گذرنامه آمریکایی دارن آمریکایی هستند از دید قوانین آمریکا ولی متولد ایرانن ایرانی تبارن اونها هم در این دستکم کم وضعیتی که چند هفته پیش پیش آمد بر سر مرز کانادا و آمریکا متوقف شدن بعضیشون 5 ساعت بعضی تا حتی 8 ساعت در مرز و به بسیار از این پرسش های شخصی و همچنین حساب که شبکه های اجتماعیشون پاسخ دادن و این سبب شد که با واکنش های گستردهی روبروشه که همچون که در مقدمه اومد در اون زمان اداره مرزبانی صریحا گفت که ما هیچ کس رو بازداشت نکردیم و کسی رو به خاطر تبار ایرانیش هدف قرار ندیم ولی این دستور کاملا مشخصه که درش تبار ایرانی هدف قرار گرفته و حتی یه جا هم در مورد این حرف میزنه که هدف بیشتر این است که بگردیم ببینیم کسانی با مثلا سپاه یا نیروهای ویژه نظامی ایران یا لبنان رابطه دارند یا نه و اگر هم مثلا شیعه نباشند مخصوصا در دستور آمده که به این راحتی باور نکنید ممکن است کسی مثلا مدعی بشه که بهایی است ولی باید سوال بپرسید مطمئن بشید که چنین است یا نه پس حالا یا با زرس قاتم میشه گفت که مشکلات اخیر ورود ایرانیان به آمریکا که در خیلی از اونا خودتم گزارش میدادید بهمن مربوط به همین دستور بوده بخشش مربوط به همین دستور اون بخشی که مربوط به کسانی میشه که دست کم اون چند هفته بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی از مرز کانادا با آمریکا برمیگشتن ولی پیش از صادر شدن این دستور هم می‌دونیم که ایرانیان به خصوص اونهایی که ویزای مثلا دانشجویی در آمریکا داشتن برای آمریکا داشتن با پاسپورت ایرانی با گذرنامه ایرانی می با مشکلات زیادی رو به رو شدن و ازشون ساعت‌ها نگهداری شدن قبضی که اجازه ورود پیدا کنند و میدونیم تعدادشون هم برگردانده شدن در نتیجه به نظر میاد که صرف نظر از این دستور یک تصمیم واحدی در وزارت امنیت داخلی آمریکا اداره مرزبانی وزارت خارجه گرفته شده که سختگیری های خیلی بیشتری بشه و افرادی که تبار ایرانی دارن ازشون سوال بشه که از دیگران نمیشه یا اینکه متوقفشون کنن برای ساعت ها برای اینکه باز هم بررسی های بیشتر بکنن حتی اگر شهروند آمریکا باشن سپاسگذارم بهمن با همکارم بهمن کلباسی در نیویورک صحبت میکردم رهبری فلسطینیان میگوید به اسرائیل هشدار داده که اگر هر بخشی از کرانه باختری رود اردن را به خاک خود زمین کند همه توافقهای میان دو طرف نقش بر آب خواهد شد محمد اشتایه نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطینیان به بی بی سی گفت که این توافقها شامل معاملات اقتصادی و سیاسی گذشته و همکاری های امنیتی خواهد بود بر پایه نقشه صلحی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده که سه روز پیش از آن رونمایی شد اسرائیل مختار خواهد بود که شهرک های یهودی نشین کرانه باختری را به خاک خود بیافزاید. این یکی از موارد اصلی اعتراض فلسطینیان به طرح آقای ترامپ است که او آن را معاملی قرن نامیده از افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا پرسیدم که هشدار مقامهای فلسطینی تا کجا جدی است بعد از اینکه آقای دونالد ترامپ در سال 2017 عملا اورشلیم یا بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شمرد عملا مناسبات و ارتباطات بین کاخ سفید و دولت خودگردان فلسطین قطع شد حتی قبل از در واقع ارائه این طرح هم ظاهرا آقای محمود عباس حاضر نشده بود که با آقای دونالد ترامپ حتی تلفنی صحبت میکنه و تهدیداتی هم که امروز ایشون در موردش صحبت کردن عملا دنبال روح این سیاستی هست که محمود عباس در دو سال گذشته اتخاذ کرده اما فراموش نکنیم که شرایط امروز دنیای عرب بسیار تغییر کرده و به نظر میاد که شرایط به نفع فلسطینی ها نیست شرایط با دعیه های 60 تا 70 میلادی بسیار تغییر کرده که قدرت چانزنی فلسطینی ها بیشتر بود چرا؟ به حاطر اینکه قسمت قابل توجهی از دنیای عرب از آرمان فلسطین حمایت می کردن و آرمان فلسطین اولا تبدیل شده بود یکی از قولویت های اصلی سیاست خارجی قسمت قابل توجهی از کشورهای دنیای عرب علا رقم تحدیدات آقای محمود عباس من بعید میدونم این بتونه در واقع فشار قابل توجهی یا روی اسرائیل یا روی ایالات متحده بذاره و امروز در واقع دنیا بیشتر منتظره که ببینه واکنش عبرقدرت مثل روسیه یا بازیگران مؤثر دیگه در خاورمیانه مثل عربستان سعودی، ترکیه و و دقیقا جماعتی. آقای شاهی با نگاهی کلی به این واکنش ها که بهشون اشاره کوتاهی داشتید از بازیگران عمده در عرصه بین الملل به نظر شما که ها خوشنودن از این طرح دونالد ترامپ و که ها و دلیلش چی؟ ببینید حتی قبل از اینکه این طرح این یا مشخصات این طرح 80 صفحه ای اعلام بشه به نظر میومد که کشورهای حوزه خلیج فارس عمدتا با این طرح مشکلی ندارند سران کشورهای مثل عربستان سعودی و بحرین و امارات گفته بودند که اگر که فلسطینی ها در واقع این طرح رو بپذیرند هیچ مشکلی با اون ندارن و اگر که ما بیانیه های مختلف رو در 24 ساعت گذشته رصد بکنیم مثلا بیانیه که از مصر به دست رسید عملا آقای سیسی یا دولت مصر از ادبیاتی استفاده کرد که به شکل غیر مستقیم در واقع رضایت خودش رو یا حتی حمایت خودش رو از سیاست های آقای ترامپ اعلام کرد و در صورتی که خب هم عربستان سعودی هم عمان هم بحرین و کویت و تعداد قابل توجهی از کشورهای دیگه به نظر میاد حداقل مخالفت جدی با این طرح ندارن همینطور که اشاره شد وضعیت رو برای طرف فلسطینی بسیار مشکل میکنه به استثنای اردن که صرفا به خاطر دقدره های مسائل داخلیش یک مقدار لحنش تونتر بود و اون موضعی که ما از طرف رئیس جمهوری ترکیه و همچنین از طرف ایران گرفتیم به نظر میاد که دنیای عرب یا عملا سکوت اتخاذ کرده یا به شکل تلویحی از این تحت داره حمایت میکنه یکی از وزنهای مهم در این معامله اعتمال روسیه است که میسازد در وقت جداگانه صحبت بکنیم آقای شاهی با وجود اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که برای بررسی طرح دونالد ترامپ به مسکو سفر کرده فکر میکنید دلیل اظهار نظر ناروشنی که از روسیه و شخص پوتین داشتیم در این مورد چیه؟ ببینید اجازه دارید به اختصار خطان شما ارز بکنم مارش سال گذشته وزیر امور خارجه روسیه به عربستان سفر کرد و در اون سفر عملا موضع خودش رو در مورد این طرح روشن کرد البته جزئیات این طرح هنوز مشخص نشده بود اما آقای لاورو گفت که اگر که قرار طرح معنادار و جامعی وجود داشته باشه باید در موازای قطنامه های سازمان ملل یا در موازای در واقع طرح صلح عرب باشه که در سال 2002 به ابتکار عربستان سعودی معرفی شد بعد از اون هم در واقع یک مصاحبه کاملتر با یک روزنامه کویتی داشت و و در اونجا از آقای دونالد ترامپ انتقاد کرد که گروه چهار خاورمیانه رو ترک کرده این گروهی هست که متشکل هست از اتحادیه اروپا، سازمان ملل، روسیه و ایالات متحده که به دنبال میانجیگری بین فلسطینی ها و اسرائیل هست و ایشون در واقع گفته بود ترک کردن این گروه و مستقلا عمل کردن بدون در نظر گرفتن بازیگران مهم دیگه چه در منطقه و چه فراتر از منطقه نمیتونه ایالات متحده رو به طرحی برسونه که بتونه به شکل معنادار و جامع در واقع میانجیگری بکنه بین فلسطین و اسرائیل افشین شاهی بود استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا اینجا لندن است رادیو بی بی سی چشم بام دادی دادگاهی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اعلام کرده که دلیر شریفوف روزنامه‌نگار 32 ساله این کشور تا دو ماه دیگر در بازداشت خواهد ماند تا بازرسی پرونده او به فرجام برسد. پیشتر از آن گزارش شده بود که این روزنامه‌نگار تاجیک ناپدید شده. با این اطلاعیه دادگاه معلوم شد که آقای شریفوف در بازداشت مقام هاست که او را به برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی و دینی و محلی متهم می‌کند. اخیرا در تاجیکستان ده ها تن با همین اتهام پشت میله های زندان رفتند ساعتی پیش از اسفندیار آدینه روزنامه‌گار تاجیک اینجا در استودیو خواستم که جزئیات این خبر و اتهام مقام ها علیه دلیل شریفوف را توضیح دهد ماموران امنیتی آقای شریفوف را بردن به دادگاه و دستور بازداشتش برای دو ماه صادر شد و طبق این دستوری صادر شده دادگاه او متهم شده است به تحریک تنفری мазҳабию қавмию нажодию маҳаллӣ ки ин яке аз моддаҳои қонуни кайфараи тоҷикистон аст ки эҳтимолан бештар тамаркуз дар ин модда бештар ба танаффури мазҳабӣ аст чун ӯ тибқи гузоришое ки расида он як китоб навишта ки бештар мазҳаби аст дар бораи мазҳаб аст ва исмашам гуфтанд ки паямбар ве террур ва дар ин ҷо البته منابع مختلف چیزهای مختلفی میگن دربارش اما یک بعضی از خبرنگاران که با او از نزدیک آشنا بودن میگن این کتاب درباره اسلام هست و در اونجا نقل قول های شده بوده از یوسف قرزاوی و چند دیگر از شخصیت های جهان عرب که اونها بیشتر ارتباط داده میشن به جنبش اخوان المسلمین. آه. و به ادنس که این هم در چارچوبی همان های یک ماه اخیر باشد که در تاریکستان در این یک ماه بیش از 600 نفر دید. در آخر 13 ول تاجیکستان نفر رو گرفتن برد. و یکی از اونها همین آقای روزنگار هست البته این دو روز پیش بازداشت شد اما اینها از اول ماه ژانویه زیاد بازداشت شدند و از اول می میگفتند که 20 نفر بازداشت شدند اما اخیرا دادستان کلی تاجیکستان گفت که 113 نفر بازداشت شدند و در میان آنها روحانیان هستند استادا و دانشجویان برخی از دانشگاه ها هستند بخصوص آنهایی که با جهان عرب یا کشورهای خاورمیانه ارتباط دارند بخصوص آنهایی که در بخش های یا تدریس میکنند یا درس میخواند. در مورد دلیل شریفوف چیزی که می‌دونیم این هست که در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه کار می‌کرده و بعد از اونم در هفته نامه آزادگان ولی به عنوان یک روزنامه نگار مخالف دولت شناخته نمی‌شد درسته بله او چندان مخالف هم نبود اما بیشتر گرایش‌های های مذهبی داشت البته و طرفدارای دولت اونو متهم میکنند به اینکه او ارتباط داشت با حزب نهضت اسلامی که همینطور که میدونید панҷ сол пеш ин ҳизб мамнӯъ эълом шуд ва террористӣ эълом шуд аз сӯи як додгоҳ дар тоҷикистон пас аз он як ҳодисае ки мақомот мегӯянд кӯшиши кудето буд ва ҳизби наҳзати исломи ам дарн به اصطلاح خودشان کودتا هم دست است و بعد از اون ده ها نفر از رهبرای این حزب که در تاجیکستان بودن بازداشت شدند البته رهبر اصلیش در تبعید به سر میبرد و صدها نفر دیگر هم با نحو با ارتباط در ارتباط با این حزب یا گروه های دیگر بازداشت شدند البته در مورد این, این موج اخیر بازداشت ها اگه صحبت بکنیم اسفندیار این 113 نفر که داستان کل تاجیکستان می بازداشت شده و همینطور این روزنامه‌نگار دلیر شریفوف آیا سازمان های حقوق بشری در این مورد واکنش نشون دادن چیزی میگن یا نه البته هنوز هیچ واکنشی از سوی سازمان های حقوق بشری بین المللی نشده است اما سازمان های داخلی واکنش کردند به خصوص سازمان های مربوط به روزنامه‌نگاری انجمن روزنامه‌نگاران مستقل انجمن رسانه‌های مستقل و چند از расонаҳо ва рӯзноманигорони тоҷикистон дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле зиёд навиштанд ва як ҳатагам онҷо дар фейсбуку дар твиттер роҳандозӣ карданд ки он исмаш аст далершарифовро озод кунед ва ба ҳар ҳол интиқодҳо аз боздошти ӯ идома дорад ва албатта мақомҳои амнияти ки онро боздошт карданд ва ҳоло барои ду моҳ дастури боздошта содир шуда ва интизор меравад кидар دو ماه آنها بیتونند باز چندین اتهامات دیگر رو مطرح کنند چون معمولا این از مقام های امنیتی تاجیکستان این انتظار می رود با اسفندیار آدینه روزنامه تاجیک اینجا در استودیو صحبت می کردم. پادکست چشمانداز بامدادی بی بی سی یه نوع دماسنج خبریه برام هر روز صبح خبرها رو میشنوم تو راه سرگرم میشم میشه دانلودش کرد که تو مترو گوش داد خیلی خوبه برای که هر لحظه آدم دلش میخواد بتونه برنامه رو گوش کنه میرین تو نرم افزار پادکست تلفنتون دنبال چشمانداز بامدادی میگردید اطلاعات بیشتر در صفحه رادیوی bbcpersian.com بی, بی سی از هر طریقی که باشش من از بامدادی بی بی سی هستید از سکتک شما شما سپاسگزارم و به خصوص از اونهایی که برای ما پیام میفرستن پیام که از طریق فیسبوک مثلا علی برام فرستاده میگه که فروش دارو به ایران توسط سوئیس میتواند آغازی برای انجام معاملات عادی بین ایران و اروپا باشد البته اگر ترامپ خصومت کورکورانه با مردم ایران را کنار بگذارد و اروپا را تهدید به تحریم نکند به نظر علی ایرانی نعمت الله میگه که ویروس کرونا علای روی بدن این انسانی چیست در واقع سوال رو مطرح کرده که بر پایه صحبت هایی که با پزشکان و متخصصان در این باره داشتیم در این روزها علائم این ویروس شبیه سرماخوردگی و آنفلوئنزا است با این تفاوت که دوری کمون یا نهفتگیش 14 روزه است و در طول این 14 روز یا دو هفته هم میتونه به افراد دیگه منتقل بشه ابراهام گفته که زمان شاه ایرانی ها سر, تا سر اروپا حتی آمریکا به ویزا احتیاج نداشتند این نظر ابراهام در مورد ممانعت از ورود ایرانی ها به آمریکا در تلگرام ناصر نوشته که خارج شدن انگلستان که حتما منظورش بریتانیا است از اتحادیه اروپا به نفع آن کشور همچنین به نفع اروپا نیست چون احتمال دارد خروج از اتحادیه به بقیه کشورها هم سرایت کند و اتحادیه به طور کامل از هم پاشیده شود و این برای صلح جهانی زیان آور است نصر ناصر بود و محمد باقر میگه در حالی که مجموعه کشورهای عربی به سمت عادی سازی و حسن سازی روابط با اسرائیل پیش میروند رهبری ایران نیز باید در خصوص ایده محو اسرائیل آتش بس اعلام نماید و هزینه های مضاعف این دیدگاه را از دوش ایران بردارد سپاسگزارم از همه شما که بر اون پیام میفرستید بله رسیدیم به ورزش خبرهای ورزشی امروز رو با خبری از درباره وضعیت تعیین سرمربی تیم ملی فوتبال ایران آغاز کنیم با کاوی مشکات تیم ملی ایران در آستانه بازی های مهم دور برگشت و بازی های مهم مقدماتی جام جهانی قطر همچنان بدون مربی هست امیر قلنوی کسی که این روزها به عنوان گزینه اصلی هدایت تیم ملی فوتبال ایران نامش به سر زبان ها افتاده دیروز در گفتگوی در کنفرانس خبری تیم سپاهان و فولاد خوزستان گفته که گزینه اول دوم و سومش تیم سپاهان هست آقای قلنوی در کنفرانس مطبوعاتی خودش گفته که یک بار با اون در مورد تیم ملی فدراسیون فوتبال با اون گفتگویی انجام داده با اون مصاحبه کرده و جلسه ای داشته و فعلا این مربی گفته که من ترجیح میدم که تمرکزم رو روی تیم سپاهان بگذارم ولی در ادامه صحبتاش تاکید کرده که اگر فدراسیون فوتبال با باشگاه سپاهان بتونه به تفاهم برسه احتمالا امیر قلنوی هدایت تیم ملی ایران رو بر عهده خواهد گرفت میدونیم که بعد از اینکه مارک ویتمو سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال نتونست بر سر مسائل مالی و پرداخت حقوقش با فدراسیون فوتبال به تفاهم برسه نیمه کاره کار خودش رو با تیم ملی فوتبال ایران رها کرد بعد از اون گزینه های مختلفی مطرح شد از جمله برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق پرسپولیس که گفته میشه که فدراسیون فوتبال با اون مذاکره مذاکراتی رو انجام داد مذاکراتی که نسبتا هم موفق بود ولی در ادامه به خاطر شرایطی که رئیس سابق فدراسیون فوتبال یعنی مهدی تاج پیدا کرد و مشکلات سلامتی که پیدا کرد این مذاکرات متوقف شد و در نهایت هم برانکو ایوانکوویچ به عنوان سرمربی تیم عمان معرفی شد حالا باید ببینیم که با توجه به مسائل مالی و بحران مالی که بعد از بازگشت تحریم ها ایران پیدا کرده و مشکلاتی که در پرداخت حقوق سرمربی های خارجی در چند ماه گذشته گریبان فوتبال ایران رو گرفته آیا مربی داخلی میتونه ایران رو بار دیگه به جام جهانی برسونه یا خیر آخرین باری که ایران سرمربی ایرانی داشت حدود 9 سال پیش و پیش از آمدن کارلوس کیروش به ایران بود. ظاهرا خبر ورزشی مون همین یه دونه خبر بیشتر نبود حالا برگردیم به مسعود بهنود و یکی دو مجله دیگر از ایران بررسی مجلات این هفته رو در این بخش اختصاص بدیم به ماهنامه فرهنگی اجتماعی دیلمان و همینطور ماهنامه هنر و تجربه که سینما رو هم در خودش داره دیلمان مجله است که شماره دهمش ده هست این شماره که دست منه و در رشت منتشر میشه این شماره علاقه عجیب و اختصاص عجیبی داره به جاسوسان جاسوسی اصولاً و مطالب مختلفی فراهم آورده است از گذشته های دور از بعضی از قصه هایی که قصه است مثل خاطرات انفر ولی خب بسیاری از کسان به خصوص از روزای انقلاب به بعد انگار پذیرفتند که همفر یه شخصیتی بوده است یک جاسوس انگلیسی بوده است که اومده سالها در نجف و در اونجا درس خونده و آیت الله شد خارج از این کتاب های جدیدی که راجع جاسوسی در ایران نوشته شده مقالات اصلی که در نشریات مختلف جهان راجب اخت اختصاص یه بخش های در پنتاگون در سی آی ای در مراکز جاسوسی بریتانیا و بقیه جاها به ایران اختصاص داده شده اینها همه گزارش های که بخش عظیمش ترجمه شده است و در این ترجمه ها اومده یه گزارش های هم هست مثل گزارشی که یوحنا دیلمی نوشته از سعید امامی تا روح الله زم که از اسم عنوان گزارش پیداست که نویسنده میخواد بگه که یک طیف گسترده ای از کسانی که نام در دستگیر شدن آزاد شدن هرچه هستش اینها به حال جاسوسن یه ذره سرایت و بعضی از مقامات هم میکند مقامات سیاسی که از دید مشخص جناه خاصی از کشور صحبت میکنه و میرسه به کورمت روزویل کودتای 28 مرداد قبل از اون بعد از اون جنرال که در ایران بودن بیشتری کسایی رو که مامورین وزارت خارجه بودند یا ارتش بودن در ایران در اون دوره و بعدا رفتن چیزی نوشتن گزارشی کتابی رو جاسوس فرض میکنه به حال این مجموعه میشه مجموعه مفصلی است و الحق باید گفتش که خوندنی است حالا اینکه در نهایت به کجا میرسه و شپه ایجاد میکنه مثلا فرض کنید سعید امامی رو هم جزو جاسوسان به حساب میاره و اسمی رو به عنوان اسم اصلی او بیان میکنه که اثبات نشده است این امر اینها همه هست ولی به حال یک شماره خواندنی پیدا شده جز اینکه بخش دومی هم داره که در اون بخش دوم دیگه مجله به خودش به ذات خودش یعنی به گیلان و مسائل گیلان، ادبیات گیلان، هنر گیلان نزدیک میشه که با بخش اول خیلی همخونی نداره ولی یه است دیگه. یه تنوعی است بیشتر نویسنده ها هم از همون منطقه و محل شمال کشور هستن که این خودش جذابیت به این شماره دیلمان داده است. اما هنر تجربه که این شماره هم در خانه پدری رو دنبال میکنه. فیلم خانه پدری کیانوش ایاری چنان که میدونید از حدود 6 -7 ماه پیش وقتی که از سانسور درآمد و اجازه نمایش گرفت ولی به سرعت رفت در محاق توقیف و دوباره باز شد به حال بحث گسترده است که در بیشتر نشریات جهان هم مطرح شده است این فیلم با موضوع خودش و برای کسایی که فیلم رو ندیدن یا در جریان موضوعش قرار ندارن این فیلم جریان بسیار خشن کشتن دختری توسط پدر و عمو و برادر خودش هستش به خاطر غیرت و موضوع قدیمی که در اینجا خود آیاری میگوید که من جرایی نمی کنم. قصه کردم ولی درست میگن هر که در این باب صحبت کرده میگوید که فیلم بالاتر از اینها اثر گذاشته فیلم انگار جامعه رو یه تکان اساسی داده به همین جهت هم بسیاری از افراد مثل آقای دکتر فاضلی که اینجا باشون یه مصاحبه یا رو در روی هم با آقای عیاری کردند و در یک میزگرد مجله نشستند اونها هم همه در حقیقت این بخش رو پررنگ دیدند که تاثیرگذاری فیلم زیاد است بعضی از افراد نوشتن اصولا فیلم خودش خیلی فیلم مهمی نیست ولی فیلم تاریخی شده است به همین دلایل و چندین و چند دوباره قبلا هم مجله به این موضوع پرداخته بود مجلات دیگه و روزنامه های دیگه هم بسیار به خانه پدری پرداختم من یادم نمیادش که فیلمی دست کم در 20 ساله اخیر این همه سر و صدا ایجاد کرده باشه و اینقدر به موضوع مردم رو نزدیک کرده باشه جز... شکل کاملتر بررسی مجلات ایران را از مسعود بهنود تا حدود یک ساعت دیگه در تارنمای بی بی سی پرژن نقطه کام و همینطور حساب بی, بی سی فارسی در ساوند کلاود منتشر میشه میتونید اونجا پیدا بکنید و بشنوین اینجا ساعت اولی ششمنداز بامدادی یازدهم بهمن رو میبندیم با سپاس فراوان از همراهی تک تک شما